نام خداوند بخشاینده و مهربان، با عرض سلام و درود خدمت تمام بیننده های محترم تمدن جاوری. وقت تمام عزیزان ما در سرتاسر دنیا بخیر، امیدوار هستم همگی شما صحتمند، خوشحال و پر از انرژی باشین. دوستان عزیز، فراد کریمی هستم. یک بار دیگر بسیار زیاد خوشحال هستم که در خدمت شما بزرگوارا قرار دارم. امروز ششم مارس سال 2023 میلادی می باشه و می خواهیم که طی این برنامه برای شما مهمترین و با ارزشترین تحفه و پکیجی که از استرالیا به دسترس ما قرار گرفته را برای شما دوستان و نازنینا به معرفی بگیرم. یک از خیرین ما، یک از عزیزان ما در کشور استرالیا، جدا از تمام حمایت‌هایشان، جدا از تمام کمک‌هایی که تا فعلا برای جاغوری انجام دادن، یک فکر اساسی و بنیادی برای پروژه ها داشتن و تفکر عالیشان در امر باسازی، در امر کارهای عامل منفعه و زیربنایی در جاغوری باعث شدن که اینا با فکر و تعمق بسیار زیاد یک خلای عظیم را در بخش انجام کارها و پیشبرد کارها در پروژه جاغوری اینا متوجه شدن از کشور استرالیا و او عدم آرشیف سازی معلومات حساب کتاب و تمام کارهایی که در یک پروژه صورت میگیره میباشن. زمانی که یک پروژه شروع میشه با یک هزینه اولیه، با یک بودجه اولیه، باز کمک ها وقتی که تداوم پیدا میکنه، وقتی که ادامه پیدا میکنه، وابسته به کمک های شما دوست هستن. در اکثر پروژه های جاغوری اینمی کمک های صورت میگیره آرشیف شده نیستن و یعنی اینکه در یک دفتری که واقعا دفتر کامل و جامع و درست باشه نگهداری نشده، جمع آوری نشدن، قراردادهایی که صورت میگیره و همچنان مصاریف که صورت میگیره به صورت پراکنده، تمام از این کارا به صورت پراکنده پیش میره. اما این خیر ما خواستن که در جاغوری پروژه هایی که صورت میگیره تمام معلومات در مورد یک پروژه از کمک هایی که صورت میگیره، از قرارداد هایی که صورت میگیره و همچنان در مصارفی که انجام میشه در یک پروژه کلگی باید تا یک دفتر حسابات مالی و همچنان یک دفتر حساب و کتاب باید جمع آوری شده و آرشیف شود تا نسل های بعدی، تا حداقل مردم های عزیز ما، نوجوان های ما، اطفال ما که کلان میشن، مردم که از بیرون از کشور در داخل منطقه حضور پیدا مونن سر پروژه، وقتی که این دفتر موجود باشن میتونن که متوجه شون که بله تنها مردم یک قریه نبودن که بندهای بزرگ در جاغوری ایجاد کردن، تنها مردم دو قریه نبودن، بلکه در اکثر پروژه های جاغوری شما شاهد هستین که از ملیت های مختلف، از کشورهای مختلف، از مردم مختلف در این پروژه های آبادانی و توسعه‌ای کمک کردن. چه خوب است که تمام معلومات در مورد از کمک کننده ها در یک آرشیف، در یک دفتر ثبت شود که در آینده باعث انگیزه و تشویق باشند برای مردم و نسل های بعدی ما. خب ما میخوایم برم روی اصل موضوع. خیر محترمی که این پکیج ها را از استرالیا برای ما روان کردن، شخص خیر به اسم دنیا رضایی هستن. آقای دنیا رضایی یک شخصیت بسیار محترمی هستن که فقط تنها خواستشان ایجاد شفافیت، انسجام و آرشیف سازی معلومات در مورد پروژه های جاغوری هستن. اولین پکیجشون در بند دهقان پاتو بودن که به خاطر شفافیت در امر کار پروژه بند دهقان پاتو اونا پکیج روان کرده بودن و بند گلستان، بند همت، بند مادر، بند وحدت جاغوری و سایر بندهایی که در قریه تپه قصر اعمار شدن، جور شدن، در اونجا کمک کردن. در بخش نهالشانی و در بخش سرسبزی محیط بندهای آبگردان در جاغوری پکیجشان همچنان رسید و می خواهیم که برای شما دوستان و نازنینا عرض کنیم که با سلسله کمک‌هایشان، پکیج‌هایشان به دسترس ما قرار گرفته و همین اکنون که من با شما صحبت هستم سه پکیج در کنار ما هستند که برای سه پروژه بزرگ جاغوری، اولین پکیجشان برای بند گندم جاغوری هستند، بعدا یک پروژه دوم یا پکیج دومشان برای بند گلی انگوری می باشه و پکیج سومشان برای بند اتحاد مسافرین چلبختوی وقی می باشه. و ما می خواهیم که برای دوستا عملا نشان بدیم. خب اگر همکار ما امروز از ما همکاری کنن، خب پکیج از اونو من میخوایم برش معرفی کنم. یک بایک بسیار فوق العاده است،
از کمپانی کال بیل است. بایک از اون از کمپانی کال بیل است. مارک کال بیل در اینجا مشخص و واضح است که دوستان میتونن که این بایک مستحکم در سایت ها اینترنتی مثال بابا و آمازون هم سرچ کنن، خیلی قشنگ است. مسئولین محترم پروژه ها که میتونن این را هم پشت کنن به اصلاح وطنیشی و هم میتونن که امی بایک در دیسشن بگیرن. ما برای دوستان نشون بدیم. خب یک جای داره که ایده اینجا قید میشه. خب آره، هم میتونه که دیستی باشه، هم میتونه که دیستی باشه، مثلا مسئولین در دیست رو بگیرن و هم میتونن که پشت کنن. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ میتونن پشت کنن و این بایک بسیار فوق العاده و محکم است که یک جای محافظتی برای کمپیوتر است در داخل از که ضد ضربه است و همچنان جای بسیار کلان دارن برای دفترچه، برای قلم، برای کل چیز. یک بایک کامل است که هیچ مشکل ندارن، یک بایک فوق العاده عالی است و در داخل از این بایک پکیج از اونو بخش بسیار مهم از او کسه دو دانه دفتر حسابات است، دو دفتر حسابات است، دفتر اول و دفتر دوم، هر دو یک چیز یک کپی است. به خاطر از اینکه میشه که لیست کمک کننده ها، لیست قراردادنامه ها و لیست مصارف زیاد باشه، به او خاطر دو دانه کتاب اینا مد نظر گرفتن که در پشت سر از این کتاب ما این پکیج میخوایم برای شما اسم از این پکیج بخونم. نهاد که در جغری این پکیج به دسترس مسئولین محترم پروژه قرار میدن، پروژه تمدن جغری هستن و اسم از این پکیج، پکیج شفافیت حسابات مالی و مصارف می باشد. پکیج شفافیت حسابات مالی و مصارف هستن. های پکیج مربوط کدام پروژه می باشد؟ پروژه بند آبگردان اتحاد مسافرین 40 باختو یا به انگلیسی می تانیم بگیم که 40 باختو واتردام پروژکت هستن. برای 40 باختو واتردام پروژکت هستن تمویل کننده محترم دنیا احمدی است و تطبیق کننده نهاد تمدن جاغوری، نهاد که تطبیق کننده فقط ما، امانت از اونها که برای ما روان کردن ما به دسترس خود قرار گرفتیم و با وقتی که به دسترس ما قرار گرفتیم ما فقط ما بریم برای مسئول پروژه ها تحویل میدیم. خب من میخوام که دفتر را باز کنیم، شاید بگن که ولی دوستاق بگن که دفتر چی رقم است. خب در اولین صفحه از این پکیج، اولین صفحه از این پکیج کسه اگر همکار ما همکاری کنن برای ما نشان بدن، در اولین پکیج کسه به رسم حمایت و سپاسگزاری از آقای احمدی ما عکس از اونا را در صفحه اول اینجا قرار دادن. یعنی مسئولین مردم عزیز ما اگر در آینده متوجه شون که پکیج از طرف کی بوده، از طرف آقای دنیا احمدی که عکسش در اولین صفحه از این دفتر حسابات درج است و در دومی صفحه که ما و دوستای ما مشاهده مونن پیام آقای دنیا احمدی است. آقای دنیا احمدی در دومی صفحه پیام خود برای مردم عزیز ما، برای دوستا و نازنینای ما در اینجا درج کردن که ما میتونم میره بلده دوستا به خانش بگرم اگم کار از ما همکاری کنن. بسم الله الرحمن الرحیم، در گام نخست درود میفرستم با تمام انسان های خیراندیش و خیرخواه و خیرخواه جامعه. الله متعالی سپاس گذاریم که به ما توفیق خدمت را عطا نموده و نهایت خرسند هستیم که رویاهای مردم ما یک پی دیگری محقق شده و همه با اتحاد، همدیگر پذیری، حس بشر دوستی و حس مسئولیت پذیری در قبال آبادی سرزمین ما تلاش می ورزیم و شاهد رشد و توسعه سرزمین ما هستیم. قسمی که همه ما می دانیم مهمترین اصل در کارهای اجتماعی و عامل منفعه در جامعه، شفافیت در کار، صداقت در عمل و اخلاص نیت در بین اعضا و مردم می باشد و من امیدوارم که این پکیج بتواند در راستای خدمت گذاری برای مردم عزتمند ما مؤثر واقع شود. آرزوی تمام خیرین و مردم عزتمند ما در بیرون از افغانستان تأمین رفاه اجتماعی، حفظ فرهنگ غنی ما، خودکفایی جامعه و رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی می باشد.
امیدوار هستیم که مردم سرفراز ما مثل همیشه در راستای آبادی جامعه کمر همت را بسته نموده، در اخیر برای تمام مردم عزتمند و با همت سرزمینم آرزوی سلامتی و بهروزی دارم. از مسئولین محترم پروژه های انکشافی و زیربنایی در چغری نهایت سپاسگزارم که زحمات شبانه روزی را متقبل می شوند و از محترم فرهاد کریمی مدیر مسئول نهاد تمدن چغری نهایتا سپاسگزارم که همیشه صدای مردم ما بوده و در انعکاس برنامه های اجتماعی و زیربنایی زحمات فراوان را انجام می دهد. با احترام، دنیا احمدی، ویکتوریا، ملبورن، استرالیا، 25/11/2022. یه پیام بودن از طرف آقای احمدی که من خدمت شما دوستا عرض کردم که یک پیام بسیار فوق العاده برای مسئولین، برای مردم و هم برای خیرین عزیز داشتن. در قسمت سوم از این دفتر، نهاد تطبیق کننده که تمدن جاغوری است در شده شروع پروژه مای قوس است سال 1401 هجری خورشیدی. نام پروژه بند آبگردان اتحاد مسافرین چلباختو است. موقعیت پروژه است منطقه چلباختوی واقع ولسوالی جاغوری است. اسم از این پکیج مجموعه که شما میبینین پکیج شفافیت حسابات مالی و مصارف است و بسیار زیاد خوشحال هستیم که دوستا ایره میبینن و متوجه هستن. و برای بعد اولین صفحه کتاب کمک هایی که شروع میشه اگر همکار ما همکاری کنن برای ما یک مقدار زوم کنن ما برای دوستان نشان بدیم. خب هر صفحه جای مانده شده برای سه فرد یا سه شخص که برای پروژه ها یا برای عظمی پروژه یا برای بند متعاد مسافرین جلباخت که کمک کرده سه جای مانده شده در هر صفحه سه جای و اینمی ادامه داره. حداقل برای 500 نفر جای مانده شده در اینجا و ما میخواهیم که بخوانم امی چیزی که درج شده دمی دفتر. ببینید دوستا اکثریت کمک ها یک صورت میکره، اکثر نام ها مشابه است. وقتی که کمک برای یک پروژه میایه مثلا نامش است احمد، آقای احمد کاکایی میگه که کمک شدن برای فلان پروژه و مبلغ کمکشان اینقدر است، به این مقدار هستن. اما خوبی که این دفتر داره یعنی میاسه که تمام مشخصات شخصی کمک کننده در اینجا درج میشه. مثلا عزیزی که کمک کردن نامش، تخلصش، همون منطقی که اونا زادگاهشان هستن، ولسوالی که زادگاهشان هستن، ولایتی که زادگاهشان هستن، کشوری که اونا در اونجا زندگی میکنن، نمبر حوالی از اونا و مبلغ حوالی از اونا و حتی در صورت ضرورت عکس از اونا و همچنان تاریخ کمک از اونا در اینجا باید در شوه تا کل از این کمک ها در یک دفتر که در این دفتر است در شوه تا تمام کمک ها در یک جای در یک کتاب درش باشه. و در بخش دوم جای مانده شده برای قراردادها، قراردادنامه است. من میخوایم نام بگیرم قراردادنامه ها، جای مانده شده برای درج قراردادنامه ها که نام قرارداد ذکر میشه. مثلا قرارداد که امرای پیمانکار بندها صورت میگره، امرای استاکارایش که صورت میگره، امرای کسی که سنگ میده مونن، امرای کسی که مثلا اسکواتور دارن، امرای پیمانکارایی که موتر اونجا میرن، امرای از اونا اینجا یک جای کلان برای شرح قرارداد مانده شده که هم در هر کتاب برای ده قرارداد نامه جای مانده شده که این هم دمی آرشیف نگهداری میشه. و بخش بعدی دفتر کس بخش سومش جای مانده شده برای لیست مصارف پروژه. از روزی که یک پروژه شروع میشه تا ختم یک پروژه جای مانده شده بر حداقل 500 نو مصرف، 500 شرط مانده شده در اینجا که من میخوام مشخصا برای شما دو سو بخونم. شماره بندی شده شماره یک به مثلا نوعیت مصرف، خریداری یک بوجه سیمین مثلا، مصرف کننده، مسئولی که امی مصرف را انجام داده، خریداری را انجام داده در اینجا درج میشه، مبلغش که چقدر مصرف شده، همون تاریخی که مصرف شده ملاحظات، یعنی امضا و یا 60,000 نفر جای مانده شده. یعنی این دفتر شامل سه بخش میباشه، دفتر شامل سه بخش میباشه که من سه بخش خدمت شما دوستا عرض کردم که این میتونه که یک
آرشیف فوق العاده در یک پروژه باشه که تمام حسابات و مصارف مالی که در پروژه انجام میشه و لیست کمک ها کلگی در پروژه در شوه، پوشش چرم است، بسیار چیز فوق العاده است، به خاطر از اینکه زیاد استفاده شد پوش زیر سیمی اونو مد نظر گرفته شدن که زود کتاب خراب هم نمیشه. دو دانه زمی است که نمی به خیر از پراکندگی نجات میده. مثلا نول در اکثر پروژه ها لیست کمک کننده در یک کتاب چسته، مثلا قراردادها در دیگر کتاب چسته، مصارف در دیگر کتاب چسته، اما این میدونه که یک چیز ماندگار باشه، یک چیزی باشه که در این وقتی که درج میشن دیگه یک آرشیف فوق العاده میشن که تا آخر را این کتاب های با کیفیت میتونه که اون معلومات بسیار عالی را در خود جای بده و در خود ذخیره کنه. خب ما ایرم اینجا میلون دومین بخش پکیج کسه یک فلاش دیسک کسه، فلاش دیسک که حاوی 128 جی بی حافظ است، از کمپانی ساندیسک است. ساندیسک که کمپانی معتبر است که شما دوستایی که در خارج هستین بیشتر از ما آگاهی دارین، و این فلش اصلی از کمپانی ساندیسک که آوی 128 جی بی ذخیره است، از روزی که کار در یک پروژه شروع میشه تا ختم کار از اون پروژه، مثلا اولین برنامه که در اون پروژه صورت میگفتی تا سطح گفتی تا یک کار در یک پروژه شروع میشه، از آن منجی عکسایی که گرفته میشه، ویدیوهایی که گرفته میشه تا روزی که به خیر پروژه به بهره برداری میرسه و مورد استفاده قرار میگیره، اینمی کل از اون عکس ها و فایل های تصویری که مربوط یک بند میشه، پروژه میشه، عزیزایی که در اونجا زحمت کشیدن، میشه که کل لگی از اون رو در داخل از این دیسک جای بده، در داخل از این فلش جای بده و ذخیره کنه در پالوی از این، در داخل از این بک، تا در آینده ها، در آینده ها باشه که نسل های بعدی ما عزیزانی که از اون پروژه دیدن مونه قشنگ این فلش ها رو میتونن در دسترس خود قرار بگیرن و ادامو اکس ها و برنامه ها و فایل های تصویر را مشاهده کنه. خب ای از ای. و از سومین بخش از این پکیجی که آقای دنیا احمدی روان کردن شامل پروسه نهالشانی است و زیبایی بند، و اونا در پالوی از امی چیزایی که من برای شما دوستا به خانش گرفتم یک مقدار را برای زیبایی بند ها مد نظر گرفتم، پروژه هایی که برای زیبایی پروژه هایی که پکیج روان منن یک مبلغ را باز روان منن که در پروژه ها در اطراف بند نهال های مسمر، نهال های که برای زیبایی هستن در اونجا کاش شنن تا که ساحه بندم سرسبز شنن. این امی پکیج بودن و من بسیار خوشحال هستم که این پکیج و این بسته کمک بسیار ارزشمند و مهم را آقای دنیا احمدی ما را لایق دانستن و امانتیشان را به دسترس ما قرار دادن، برای ما روان کردن که ما بریم برای سای پروژه ها، برای مسئولین پروژه ها تحویل بدیم. خب موثریت کار در کجای وقتی که آقای دنیا احمدی تاکید میکنه که در پروژه ها باید پراکندگی نباشه، باید معلومات آرشیف سازی شود، لیست کمک ها و خیرین دقیق مشخص و منظم در یک جای ذخیره شود، و در روزی که یک پروژه افتتاح میشه، در روزی که یک پروژه به بهره برداری سپرده میشه، در حضور تمام مردم این دفتر باز شود و در اختیار مردم قرار داده شود و لیست خیرین، قراردادنامه ها و مصارف در اونجا خوانده شنه، واقعا او شفافیت و او صداقت عمل بر کل مردم هویدا میشه و مردم انگیزه فوق العاده میگیرن، انگیزه فوق العاده میگیرن که در سایر پروژه ها، در سایر برنامه ها بیشتر سهم میگیرن. و زمانی که یک پروژه با شفافیت، یا زمانی که یک برنامه، یک پروسه، یک روند با شفافیت کامل به اتمام میرسه و او میتونه که تاثیرات خیلی مثبت را در سایر مناطق داشته باشه، مثلا وقتی که ما یک پروژه را در منطقه ناوه با شفافیت به اتمام برسانیم، وقتی که مردم سنگ ماشه یا سایر مناطق جغری، مناطق محروم ما یک پروژه را شروع منن، یک کار خیر را شروع منن برای آبادی کشور، برای آبادی سرزمین، برای آبادی منطقه، ده و دیار ما، او میتونه که شفافیت هایی که در پروژه قبلی صورت گرفته در نزد مردم ما، او پروژه موفق شود و مردم با یک انسجام بسیار خوب او پروژه ها را تمویل کنن، کمک کنن و اونا را به بهره برداری بسپارن. و ما انشاءالله بخیر این سه پکیجی که اونا برای ما روان کردن بزرگواری کردن، ما انشاءالله و تعالی حتما
برای هر سه مسئول پروژه بند گلی انگوری، پروژه چهل باختو و همچنان پروژه بند گندم بعد دسترس مسئولین از اونا این پروژه ای پکیج را قرار خواد دادم تا اونا مسئولین محترم از این پکیج ها بسیار به نحوی خوب استفاده کنن و ما معلومات کامل از این کارها را در این پکیج ذخیره کنن، آرشیف کنن و در یک مکتب و در یک مکان عمومی که کل مردم در دسترسی داشته باشن قرار بدن تا کل مردم از همین پروسه های شفافی که عزیزان ما با شفافیت کامل زحمت میکشن، تلاش منن و شب و روز خود با عشق آبادی وطن سپری مونن، انشالله بخیر کل مردم در دسترسی پیدا کنن و ما و شما شاهد یک جامعه پویا، مترقی و زیبا باشیم. در اخیر از آقای دنیا احمدی واقعا سپاسگزار هستم و تمام خیرین محترمی که برای پروژه های عام المنفعه و توسعه‌ای در جاغری کمک کنن واقعا سپاسگزاری داشته باشم. مردم ما از هر وقت دیگر حالا به کمک های شما نیازمند است و کمک های شما از یک دلار گرفته تا هر قدر شما بزرگواری کردن در اینجا میتونه امیدواری را خلق کنه بر مردم عزیز ما و یک نهال امید باشه، یک شمع امید باشه بر مردم، بر ادامه زندگی مردم تا باشه که سرزمین ما، کشور ما، منطقه ما و شما، مناطق ما و شما آباد شنه تا ای که انشالله کل مردم در اینجا با رفای بسیار کامل اجتماعی و اقتصادی زندگی کنه و ثبات اقتصادی و زراعت مدرن و کشاورزی عالی بتانن که در وطن زیبای ما و شما ماندگار باشن و بتانن که در سایه امنیت و خوبت، برادری و هم دیگر پذیری زندگی کنن. اما ما امیدوار هستم که این پکیج فوق العاده عالی آقای احمدی در امر پیشبرد کار پروژه ها در جاغوری مؤثر و مومد واقع شود و انشالله که باشه که مردم عزیز ما بیشتر در پروژه ها سهم بگیرند. دوستان عزیز، بیننده های محترم، بود برنامه امروز ما. تا برنامه بعد که ما اثر پروژه هایی که این پکیج ها رو به بعد از مسئولین قرار میدین در خدمت شما قرار میگیرم. شما رو به لای پاگو به نیاز میسپاریم. بدرود.